رئیس جمهور اشرف غنی از نبود هماهنگی بین ارگان‌های امنیتی انتقاد کرده و خواستار هماهنگی بیشتر بین این ادارات شده است. رئیس جمهوری در دیدار با مسئولان وزارت دفاع ملی روی برنامه‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت امنیتی، همکاری بیشتر بین ارگان‌های امنیتی و ارتقای ظرفیت این ارگان‌ها صحبت کرد و گفت هرچند ارگان‌های سه‌گانه امنیتی هیچ هماهنگی با هم ندارند، اما تلاش‌های نیروهای امنیتی باعث شده تا ضعف‌های موجود پوشش داده شود. رئیس جمهوری همچنین هدایت داد تا روزانه دست کم 3 ساعت به بحث روی برنامه‌های امنیتی اختصاص داده شود و مسائل و مشکلات امنیتی به صورت دقیق ارزیابی گردد. و همچنین از مسلک سازی اردو سخن گفت و افزود که وی قصد دارد پس از دوره ریاست جمهوری افغانستان از یک اردوی مسلکی برخوردار شود. رئیس جمهوری تاکید کرد که باید افسرانی با تجربه و مسلکی در اردوی ملی استخدام شوند. آقای اشرف غنی افزود که هیچ یک از مقام‌های اردو حق ندارند در وظایف بالاتر از منصبشان به کار گماشته شوند. آقای اشرف غنی همچنین به مسئولین وزارت دفاع ملی دستور داد تا برنامه یک ساله امنیتی را تدوین کنند. رئیس جمهور تاکید کرد که این برنامه باید به گونه‌ای تدوین شود که حداقل برای 5 سال آینده کارایی داشته باشد. رئیس جمهور اشرف غنی میگوید برای بهبود امنیت در کشور کار را آغاز نمودند و این مطلب را دیروز در دیداری اورزولا فون دی لائن وزیر دفاع آلمان با وی در ارگ ریاست جمهوری ابراز داشت. آقای اشرف غنی گفته که بهتر ساختن امنیت در افغانستان در اولویت کارهای حکومت جدید جای دارد و در این بخش کار آغاز شده است. در خبرنامه ریاست جمهوری گفته شده که در این دیدار روی تحکیم روابط دوجانبه مسائل منطقوی، مبارزه جدی علیه تروریسم، پروسه صلح و مسائل اقتصادی صحبت شده. وزیر دفاع آلمان هم گفته که کشورش به کمک‌های خود به افغانستان ادامه می‌دهد. دولت قزاقستان روند پذیرش دانشجویان افغانستانی را تمدید کرد. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی که برای شرکت در اجلاس شانگهای به قزاقستان رفته، در دیدار با دانشجویان افغانستانی در این کشور گفته که برای حل مشکلات دانشجویان در کشورهای خارجی به خصوص قزاقستان تلاش میکنند. آقای عبدالله گفته در ملاقاتی که با نخست وزیر قزاقستان داشتم موضوع تمدید اعزام دانشجویان مطرح شده و توافق صورت گرفته، اما کار روی جزئیات آن از مجرای دیپلماتیک صورت میگیرد. رئیس اجرایی حکومت همچنین به سفیر افغانستان مقیم قزاقستان وظیفه سپرد تا سایر مشکلات دانشجویان را به شکل جدی دنبال کند. در این دیدار دانشجویان مقیم قزاقستان نسبت به وضعیت کنونی کشور و تشدید ناامنی‌ها ابراز نگرانی کرده و افزودند که ناامنی‌ها و حملات آنان را متاثر ساخته. با آنها از سران حکومت وحدت ملی می‌خواهند تا هر چه زودتر با تشکیل کابینه و ایجاد راهبرد دقیق در مقابل دشمنان به این مشکل پایان دهند. دانشجویان مقیم قزاقستان همچنین مشکلاتشان را با رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی در میان گذاشتند. رئیس جمهور ایالات متحده در سخنرانی هفته‌وار رادیویی خود اعلام کرد که پایان مأموریت نظامی آمریکا در افغانستان و معنی خاتمه تهدیدهای امنیتی علیه ایالات متحده آمریکا نیست. وی همچنین گفت پس از خاتمه مأموریت نظامی کشورش در افغانستان، آمریکا جهت تأمین صلح و ثبات همکاریش را با افغانستان ادامه خواهد داد. قرار است مأموریت نظامی آمریکا بعد از 2 هفته رسما در افغانستان پایان یابد. یک بخش از این سربازان امروز دوشنبه وارد آمریکا می‌گردد. رئیس جمهور اوباما گفته که برای او جای افتخار است که از این سربازان استقبال نماید. در درگیری بین نیروهای امنیتی و ملیشه‌های پاکستانی در ولایت کنر، 8 فرد مسلح پاکستانی کشته و 16 تنی از آنان زخمی شدند. عبدالحبیب سیدخیل فرمانده پلیس کنر گفته که صدها فرد مسلح که مربوط به طالبان پاکستانی بودند از صبح دیروز حمله بر پسته‌های سرحدی قوای امنیتی در ولسوالی دانگام را آغاز کردند.
و گفته یه فرمانده پلیس کنر درگیری بین نیروهای امنیتی و مهاجمین همچنان ادامه دارد. مقام‌های امنیتی کنر تأکید می‌کنند که نیروهای امنیتی در این ولایت تجهیز شدند و توانایی مقابله با مهاجمان را دارند و گفته آنان همکاری مردم نیز نیروهای امنیتی این ولایت را روحیه بخشیدند و در حال حاضر نیروهای مردمی در کنار نیروهای امنیتی در حال نبرد با مهاجمین هستند. حداقل یک مرد مسلح چندین نفر را در یک چاکلت فروشی در شهر سیدنی استرالیا گروگان گرفته است. تصاویر تلویزیونی دست کم سه نفر را نشان می‌دهد که در حالی که دستانشان را بالا گرفتند در کنار پنجره این فروشگاه ایستادند. یک پرچم سیاه با کلمات عربی هم در این تصاویر دیده می شود. صدها مأمور پلیس این مغازه در محله تجاری در قلب سیدنی را محاصره کرده است. پلیس از مردم خواسته است از این ناحیه فاصله بگیرند. تونی بوت نخست وزیر استرالیا گروگانگیری روز دوشنبه را عمیقا نگران کننده توصیف کرده است. او گفت همه مردم استرالیا باید بدانند که مأموران قانون و سازمان‌های امنیتی از مهارت لازم برخوردار و مجهزند و به شکل حرفه‌ای و کامل واکنش نشان می‌دهند. یک کمیته امنیتی ملی کابینه هم تشکیل جلسه خواهد داد. معترضان به دستگیری روزنامه‌نگاران و منتقدان دولت ترکیه در مقابل یک نهاد عدلی و قضایی در استانبول تجمع کردند. در همین حال مقام‌های ارشد اتحادیه اروپا نیز در بیانیه مشترک از دولت ترکیه به دلیل دستگیری بیش از 20 نفر از روزنامه‌نگاران و مخالفان دولت رجب طیب اردوغان رئیس جمهور به شدت انتقاد کرده است. فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و یوهانس هان کمیشنر مسئول مذاکرات درباره توصیه این اتحادیه در این بیانیه دستگیری‌های روز یکشنبه 14 دسامبر را مغایر آزادی رسانه‌ها به عنوان یکی از اصول اساسی دموکراسی توصیف کردند. نویسندگان بیانیه با اشاره به سفر چند روز پیششان به ترکیه و تاکید دو طرف بر اهمیت روابط دو جانبه تاکید کردند که عملیات نیروهای امنیتی ترکیه برخلاف ارزش‌ها اروپایی و معیارهایی است که ترکیه بر اساس آنها تلاش می‌کنند به اتحادیه اروپا بپیوندند. در پی واژگون شدن یک قایق مسافربری در دریاچه تانگانیکا در جمهوری دموکراتیک کنگو، اجساد حداقل 129 نفر از آب بیرون کشیده شده است. لوران سومباکاهوزی وزیر حمل و نقل ولایتی گفت که جستجو برای یافتن بازماندگان ادامه دارد. خبرنگاران میگویند این گونه حوادث زیاد در منطقه اتفاق میافتد چون قایق‌های مسافربری اغلب بیش از حد مسافر میزنند. به علاوه در بسیاری موارد جلیقه‌های نجات هم وجود ندارد و خیلی از مردم نمیتوانند شنا کنند. مقام‌ها در ولایت کاتانگا گفتند که بادهای شدید و بار زیاد کشتی علت این حادثه بوده است.